سلام بچه، میرسیم به مبحث زیبایی VFX. شما از محیط فیلم برداری میکنید و میخواید که فیلمتون رو وارد بلندر کنید، خب که روش آبجکت سه‌بعدی بذارید، ادیتش کنید و هزار تا بلا سرش بیاد. موقع فیلم برداری شما باید به چند تا نکته دقت کنید. اول اینکه حالا با دوربین عکاسی فیلم برداری یا با گوشی فیلم میگیرید، باید خوب این رو تو دستتون بگیرید که نباید بلرزه و اگه استابیلایزر داری خب چه بهتر که اون موشن بلور نداشته باشه. خب دومین نکته، حواستون به فوکال لنث و فریم ریتش باشه. اگه نمیدونید، مثلا اگه با گوشی میگیرید، اگه نمیدونید فوکال لنثش چنده، شما میرید از توی گوگل در میرید که الان من بهتون نشون میدم. خب من اینجا میزنم فوکال لنث آیفون 13 و اینجا میزنم فوکال لنثش 26 میلیمتر هستش. اگه با دوربین عکاسی فیلم برداری میگیرید که خب اون مشخص هستش دیگه کامل، به رزولوشنش که اینکه 10 شده یا 720 یا 4K و فریم ریتش 25 فریم، 30 فریم یا 60 فریم هستش، اینا رو همه رو دقت میکنید. خب بچه، ما برای اینکه فوتیجمون رو وارد بلندر کنیم، خب باید وارد تب موشن ترک بشیم. من اینجا وارد تب موشن ترکینگ میشم. اگه این برای شما نیستش، روی این به اضافه میزنید و از قسمت VFX اون رو اضافه میکنید. خب من روی این اوپن رو که بزنم میتونم فوتیجم رو وارد کنم. و همونطور که میبینید اینجا من فوتیجم هستش که من فیلم برداری کردم، میخوام این رو وارد کنم. اما قبل اون میخوام مشخصات این ویدیو رو ببینم. من اینجا وارد دیتیلز میشم و میبینم که 1080 هستش و فریم ریتش هم 30 فریمه. قبل اینکه فوتیجم رو اصلا وارد کنم اینجا، اول اینکه اینو من میذارم روی سایکل که بعدم خواستم رندر بگیرم این اوکی باشه و از این قسمت این روی 24 پس میذارمش روی 30 فریم چون فوتیج منم 30ه. اینم که روی 1080 هستش. یه کار دیگه که باید بکنم اینه که تنظیمات رندر میشم اینجا، کالر منیجمنت رو، فیلمیک رو میذارم روی استاندارد. حالا فوتیجمو وارد میکنم. خب بچه، از قسمت ترک، از قسمت کامرا، همونطور که اول ویدیو هم بهتون گفتم، این فوکال لنث رو شما باید در نظر بگیرید. من با گوشی گرفتم، پس من این 24 رو به 26 افزایش میدم. شما با هر وسیله که گرفتین فوکال لنث رو باید تنظیم کنید. خب واسه من 26 شه، پس میذارم روی 26. و از اینجا هم میبینید که ویدیوی من 550 فریمه، اما این پایین زده که به صورت دیفالت روی 250 همشه. یا از همینجا میتونم دستی بکنمش 550، یا اینکه از اینجا ست سین فریم رو بزنم. خب اینو که بزنم خودش اتوماتیک برای من اوکیش میکنه. پیروفیش رو هم میزنم اینجا، خودو ثبت میکنم که پر بشه. خب بعد از این من تیک نورمالیز رو هم میزنم اینجا و از این قسمت هم چون ما توی صحنمون چرخش و اینا هم داریم، من میتونم اینجا روی لوکیشن روتیشن و اسکیل رو بزنم. خب حالا واسه اینکه اون عملیات ترک کردن رو واسه ما انجام بده، روی دیتیک فیوچر میزنم اینجا. از اینجا من این رو به 32، مارجین رو به 32 و این رو هم به این مقدار و دیستنس رو به 64 افزایش میدم که اون نقاط ترک کردن واسه ما بیشتر بشه تا اون ترک خوبی رو واسه ما انجام بده. خب ببینید، الان من بخوام این رو بزنم با این ترک میکنم، واسه ما انجام نمیده. شما باید A رو از روی کیبورد بزنید که کلش انتخاب بشه. میبینید زرد میشه، یعنی اگه یه وقت دستتون خورد اینجا، اون عملیات ترک رو انجام نمیده. پس ما A رو از روی کیبورد میزنیم انتخاب میشه، یا میتونیم با شورتکات کنترل T یا از همینجا هم این رو با بزنیم و واسمون ترک میشه. خب من کنترل T رو هم میتونم بزنم و اون ترک رو واسم انجام میده. البته میبینید از 38 به بعد داره واسم انجام میده، پس ما باید برگردیم به فریم اول. خب من کنترل Z رو میزنم، پس ما به این نکته خوب توجه کنید. میرید روی فریم 1، از اینجا شما با ترکتون رو آغاز کنید. کنترل تی رو میزنم و ترکمون رو تا فریم 550 پیش میبره. خب من این نوار تایملاین رو میبرم بالا. خب این ترک کردن رو واسه من انجام داده، اما بعضی جاهاش ارور داده، بعضی جاهاش خوب محاسبه نکرده. ما از اینجا وارد تب سولف میشیم، اینجا کلین آپ رو من میزنم، از اینجا 550 فریم رو انتخاب میکنم، این رو هم میزنم روی 0/120 و سلکت رو هم میزنم روی دیلیت ترک و کلین ترک رو میزنم تا اون ترک های بد و اضافی که ارور دادن رو واسه من پاک کنه، تا یه ترک خیلی تمیز رو به ما بده و اون ترک هایی که سالم موندن رو واسه من نگه میداره. اما
اینا باز کمه، واسه ترک کردن خیلی کم هستش. من میرم روی فریم 550، یه بار دیگه من ترک رو انجام میدم. قبل از اون من کنترل ال رو میزنم که واسه ما این ترک رو لاک کنه، قفل میشه و دوباره من وارد تب ترک میشم اینجا و دیتک فیوچر رو من میزنم و واسه اینکه ترک برگرده عقب کنترل شیفت تی رو میزنم. کنترل شیفت تی دوباره عملی ترک کردن رو واسه ما یه بار دیگه انجام میده که یه ترک سالم و درست حسابی رو به ما تحویل بده. خب بعد از اینکه تموم شد دوباره ما وارد تب سولو میشیم. دوباره ما میبینید باز یه خورده ایرور میرور توش هست، اینو باز باید تمیزش کنیم. خب از همینجا که 550 فریم رو اوکی کرده، دوباره من کلین ترک رو میزنم و اون ترک های میبینید ترک های درست حسابی واسه ما باقی مونده. البته شما از همینجا هم اونایی که دامنه خیلی وسیع تری دارن، یعنی بلندتر هستش، از همینجا میتونید شما دستی دیلیت رو بزنید، شما نیازی به اینا ندارید. اونایی درسته که سبز هستش و اگرم قرمز بود حداقل اون دامنش خیلی بالا نباشه. خب من این نوار رو دوباره درستش کنم اینجا. خب من اینو ببرمش بالا. از اینجا من سه تا تیک این رو من فعال میکنم و میرم روی فریم 1 و سولف کامرا موشن رو میزنم. خب انجامش داد و الان تنها کاری که باید بکنم اینه که واسهش تعیین کنم که زمین کجاست. ببینید قسمت اورینتیشن که میبینید اینجا، این ما باید فلور رو واسهش تعیین کنیم تا تشخیص بده که زمین کجاست. برای اینکه زمین رو تعیین کنیم ما حداقل باید سه تا از این نقاط رو انتخاب کنیم. من روی یکی از اینا میزنم، شیفت رو نگه میدارم، روی این رو هم میزنم و این یکی، بعد فلور رو میزنم. خب اینجا رو دیدید زمین رو واسه ما تشخیص داده و یه دونه set origin رو هم میتونیم انتخاب کنیم. مثلا من روی این میزنم یا فرقی نمیکنه، روی این هم میتونم بزنم. set origin رو هم واسهش تعیین میکنیم. اگه دیدید خیلی دوره، یکی که نزدیکتره رو میزنیم. خب اما فکر میکنم اوکی باشه. بعدش بچه ها توی آخر مرحله که باید انجام بدیم، از این قسمت پایین setup tracking scene رو من میزنم، این رو بزنم که این دیگه واسه ما کامل اوکی کرده باشه. خب برمیگردم به تب خودم اینجا و از اینجا صفر رو، نامپد صفر رو از روی کیبورد میزنم و میتونم وارد حالا رندر ویو بشم. البته من یه پلی بکنم اینجا، شما ببینید عملیات ترک کردن رو واسه ما داره به خوبی انجام میده. خب من زد رو از روی کیبورد میزنم، وارد رندر ویو میشم اینجا. الان من روی موتور رندر سایکلم. خب دلیل اینکه اینجوری سیاه نشون میده، شما باید بیاید از قسمت فیلم و تیک ترانسپرنت رو شما باید بزنید. خب این ترانسپرنت گلس رو هم باید بزنید که اون جاهای شیشه، اگه متریال شیشه دارید اون پشتش رو نشون بده. خب اینجا ببینید ما دو تا کالکشن داریم که فورگراند هستش، خب یکی بکگراند. الان اینم بهتون توضیح میدم چی. اول من باز یه پلی بزنم که شما ببینید. ببینید این کیوبی که اینجا هستش دقیقاً روی این ناحیه قرار داره، یعنی کاملا ترک کردن رو واسه ما دقیق انجام داره. خب این زیاد حالا ما نشون نمیدیم. من میتونم اینو خب بیارم بالا یه خوردم کوچیکش کنم، یه خورده بیارمش این ورتر. خب ببینید این گرندی که اینجا هستش، این برای ما حکم ماسک داره. من اینو میارمش بالا، میبینید واسه همون اون ماسک رو انجام میده. این میدونید برای چه مواقعی هستش. مثلا یه جاهایی ما توی صحنه، مثلا مثل همین صد داشخالی که اینجا هستش، ما میخوایم یه جایی رو ماسک انجام بدیم، پس ما با کمک این بک‌گراند و این پلنی که اینجا هستش من میتونم اون ماسک کردن رو انجام بدم خیلی راحت. اونو میکشمش بالا و اون قسمت رو واسه ما ماسک میکنه. اما من برای اینکه سایه بندازم زیر این باید چیکار کنم؟ من از همینجا میتونم، باید وارد کالکشن فورگرام بشم. خب شیفت ای رو میزنم اینجا و از قسمت میشه دونه پلن وارد میکنم، اینو بزرگش میکنم اینجا. خب
این باید واسه ما عملیات سایه رو انجام بده. پس من از قسمت Object میام پایین و از قسمت Visibility شما این تب Visibility رو میزنید و Shadow Catcher رو میزنید. اینجا میبینید واسه ما اون عملیات سایه رو انجام میده. حالا من یه پلی انجام بدم شما میبینید دیگه خیلی دقیق. البته یه نکته که باید توجه کنید اینجا من فکر میکنم موقعی که فیلم برداری کردم هوا ابری بودش. اگه آفتابی باشه که خب اوکیه، شما جهت نور و لایتتون هم اینجا از اینجا میتونه تنظیم کنید که دقیقا بیفته اینجا. اگه ابری باشه که الان بهتون میگم باید چیکار کنید که اون سایه یه خورده کمتر بشه. خب من اصلا از همینجا من این کیوبا رو حذف کنم، به جاش این مانکیه رو بیارم. مانکیه کجاست؟ ایناش. مانکیه رو بیارم خورده کوچیکش کنم اینجا، یه خورده بیارمش این ورته. بچه شما هم اینجا یه تب دیگه درستش کنه که دو دوربینه کار کنه دیگه، یکی برای اینکه این ور رو ادیت کنید و یکی هم اینکه از توی دوربین ببینید که دارید چیکار میکنید. اینجوری بهتره. من از همینجا میتونم وارد رندر بشم که دقیقا ببینم دارم چیکار میکنم. میتونم بهش متریال هم اضافه کنم. از این قسمت من میتونم این رو بهش اعمال کنم. خب حالا برای اینکه من این نور محیط رو اینجا بهش اعمال کنم میتونم بهش یه HDRI بدم. خب از این قسمت من میتونم روی این نقطه بزنم و Environment Texture رو بزنم. روی Open میزنم. خب از قسمت HDRI یا از قسمت Nature یه HDRI که مشابه به صحنه من هست، یا اینکه شما میتونید موقع فیلمبرداری یه عکس تهیه کنید، یه عکس 360 درجه یه HDRI خودتون بسازید. حالا من اینجا من اینو من وارد میکنم که یه HDRI مشابه داشته باشه. میبینید این سایه کمتر شده چون مطابق با نور محیط تنظیم. من اینجا اگه بخوام یه رندرم بگیرم اینو من بذارمش روی 128. خب از قسمت رندر یه رندر ایمیج من بگیرم ببینم چجوری میشه. شما اون بازتاب نور رو هم اینجا میبینید. خب چیز درستی به ما داده، حتی اون سایهش هم اوکی هستش. یه رندر دیگه هم بگیرم. خب اینم از نتیجه رندرمون. میبینید شما میتونید هر آبجکت سه‌بعدی رو که خواستید وارد صحنه‌تون کنید. حالا این آبجکت میتونه ربات باشه، ماشین باشه و سازه باشه یا هر چیز دیگه، خیلی راحت میتونید وارد کنید اینجا. اما بچه سوالی که پیش بیاد، الان من رندر گرفتم، رندر رو با همین صحنه فوتیجمون رندر نهایی رو گرفت که خواستید سیف کنید با بک‌گراندش سیف میشه. اما سوالی که پیش میاد، شما شاید بخواید فقط از همین مانکیه یا آبجکتی که اینجا هستش با سایش رندر بگیرید و پشتش ترانسپرنت باشه. خب که با پسوند PNG هم شما باید رندر بگیرید. برای اون کار ما باید وارد تب کامپوزیتینگ بشیم اینجا. خب من اینو یه خورده کوچیکش میکنم. ببینید از اینجا قسمت مووی کلیپ که واسه همون فوتیج شما هستش، یعنی همون فوتیجی که باش فیلم برداری رو انجام دادید، یا اون ایمیج سیکونس، یا شما فیلم وارد میکنید یا ایمیج سیکونس، و اگه بخواید به صورت ترانسپرنت باشه اینجا، شما باید بیایید پایین ببینید اینجا رو، مانکی پشتش کاملا ترانسپرنته. شما این لینک رو شما دنبال میکنید و این رو برمیدارید و میذارید دقیقا اینجا. این رو که بذارید اینجا، بذارید من اینو برام بالا که خاطی نشه. حالا من یه رندر دیگه بگیرم. خب این هم نتیجه رندر رو میبینید، این ترانسپرنت شده کامل که دیگه اون صحنه پشتمون نیستش. خب خیلی ها اینجوری رندر میگیرن. خب من این خارج شم. و اگرم که خواستید با پشتش باشه که اینو دوباره وصل میکنید به همین ایمیجی که اینجا قرار داره. خب نتیجه نهاییش هم دیدیم و اینطوری شما میتونید، این پایه VFX هستش دیگه، میتونید فوتیجتون رو وارد بلندر کنید، ادیتش کنید و هر کاری که دوست داشتید باش انجام بدید. حتما من توی ویدیوهای دیگه باز کارهای دیگه انجام میدم که با تکنیکای دیگه آشنا بشید. حتما اگه از این دست آموزش میخواد به کانالم سر بزنید، کانال رو ساب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نشه و تا
تو یه ویدیو دیگه میبینم اتون.